این فیلمی است که گفته شده لحظه اقدام پلیس ترکیه برای تحویل دادن میلاد حاتمی به ایران است. با وجود مقاومت او برای همراه شدن با آنها. اونایی که دوست دارم من نباشم، من همیشه هستم. خواستم بهتون ثابت میلاد حاتم آبادی فراهانی که در فضای مجازی به میلاد حاتمی معروف است، یکی از گردانندگان و مبلغان معروف سایت‌های شرط‌بندی است. او از مدت قبل ساکن ترکیه شده بود. به گفته مقام‌های پلیس، او را از مرز بازرگان تحویل دادند. جرمشون هم در از مسیر همین سایت‌های قمار عملاً به کلاهبرداری و جرم سازمانی پرداختن و خصوصاً موضوع که برای ایشون مطرحه اقبال نوجوانای تو رنج سنی 15 تا 17 ساله. میلاد حاتمی از طریق حساب اینستاگرامش معروف شد با نزدیک به 3 میلیون دنبال کننده و نمایش زندگی لوکس و ویدیوهای جنجالی. او حدود 3 ماه قبل بازداشت شد. خارجی داریم تو استانبول کل سال اینجوری اسکورت به چرخه. وقتی که با شکستن قوانین قرنطینه در ترکیه سوار بر ماشین پلیس در خیابان‌ها جولان داد، ولی خیلی زود احتمال تحویل او به ایران مطرح شد. قمار و شرط‌بندی در ایران ممنوع است. مقام‌های جمهوری اسلامی مدتی است که روی فعالیت این سایت‌ها که بیشتر گردانندگان آن در ترکیه یا ارمنستان هستند متمرکز شدند. 70 نفر. اوه مای گاد. فعالیت این گروه ها به تناوب بحرانی شدن وضعیت اقتصادی مردم رونق گرفته. همزمان به نقل و انتقال مالی گردانندگان این سایت های شرط بندی هم انتقاد های زیادی وارد شده. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات گفته بود که این کار از طریق شبکه های بانکی داخل ایران انجام می شود. با ترفندهای مختلف این شبکه بزرگ ارتشا و فریب حجم بزرگی از پول رو سالانه از چرخه اقتصادی کشور خارج میکنه بدون اینکه هیچ نفعی به جامعه ایران برسونه. این کار از طریق از مسیر صرافی‌های غیر رسمی انجام میشه که ارتباطات گسترده‌ای در داخل شبکه بانکی کشور در بالاترین رده‌ها دارن و هیچ جایی در چون به صورت کاملا سیاه عمل میکنه این شبکه، هیچ جایی در مدار اقتصادی کشورهای مبدأ و مقصد فعالیت اینا ثبت نمیشه. کار به صورت کاملا سیاه هست. با اینکه در مورد فعالیت گردانندگان سایت‌های شرط بندی انتقادهای زیادی مطرح است، اما استرداد میلاد حاتمی به ایران هم نگرانی‌هایی را درباره نحوه برخورد با او و روند قضایی پرونده‌اش ایجاد کرده. منتشر کنیم. من چند روز بیشتر وقت ندارم. الان با بدبختی تونستم تلفن بگیرم. من اگر برم ایران میدونید که اعدامم می‌کنن. ترکیه در سالهای اخیر همکاری امنیتی با ایران را افزایش داده. حالا به نظر می رسد این کشور برای بسیاری از پناهجویان دیگر جای امنی نیست. فرنوش امیرشاهی، BBC.